کنده فرنگی یا کراچ لیفت یکی از زیباترین فنون کشتی فرنگیه و در عین حال تکنیکیه که به دلیل احتیاج داشتن به قدرت بدنی بسیار بالا کمتر اجرا میشه. سلام به برواکس ایتیوپی عزیز، خوش اومدید به کانال خودتون. حتما اگه تا الان عضو کانال ما نشدید به جمع خانواده ما بپیوندید و برای حمایت از کانال خودتون دکمه لایک و فشار بدید. بهترین مجری این فن که هرگاه نامی از کنده فرنگی برده میشه، نام او تداعی میشه در ذهنها، الکساندر کارلین کبیره، کشتیگیر روسی که با اجرای این فن تونست بین سالهای 1980 تا 2012 مدال طلای المپیک و جهان رو درو کنه. اما اون مثل یک جک قدرتمند حریفا رو به آسونی از زمین میکند و با این تکنیک در هوا معلق میکرد. خلاصه بریم سراغ اجرای فن. طریقه گرفتن: هنگامی که حریف در خاک نشسته، کشتیگیری که میخواد فن رو اجرا کنه از یک سمت در پشت حریف قرار میگیره، به طوری که بالاتنه ما همجهت سر حریف نیست. مجری پای جلویی خودشو که نزدیک به بالاتنه حریفه به روی تشک به صورت زانو زده در میاره و پای دیگه خودشو پشت حریف قرار میده و پای دیگه خودشو که پشت حریف قرار داره ستون میکنه. در این شرایط مجری دست جلویی خودشو از بالای کمر حریف به دور کمر اون میبره و دست پشتی خودشو از زیر به دور کمر حریف قرار میده و سپس هر دو دستشو به هم قلاب و محکم میکنه. این بخش اول اجرای این فن، طریقه گرفتنش که در هر سه حالت اجرای این فن به این صورت اول کار حریف رو میگیریم و قفل میکنیم. حالا بریم سراغ حالتهای اجرا. اول، در حالت نشسته به روش کمرکاری، مجری پس از اینکه حریف رو کمرشو در حالت کنده فرنگی گرفت، در حالی که به بالاتنه و کمر حریف به طرف جلو فشار وارد میکنه، با رفتن به زیر مرکز ثقل بدن حریف و با کشش قوی اون رو به گونه ای پرتاب میکنه که روی پل میره و فن اجرا میشه. حالت دوم، حالت نشسته به روش کششی چرخشی، بعد از گرفتن کمر حریف در حالت کنده فرنگی به روشی که توضیح داده شد، در حالی که مجری حریف رو از روی تشک بلند میکنه، با یک حرکت نیم چرخش به طرف بالاتنه حریف اون رو با کشش قوی تا روی سینه خودش بالا میاره و به گونه ای پرتاب میکنه که مستقیما به روی پل میره و حریف رو در خاک میتپونه. و حالت آخر، در حالت ایستاده کششی پرتابی، بعد از گرفتن کمر حریف در حالت کنده فرنگی، بار سوم میگم، در حالی که مجری حریف رو از روی تشک بلند میکنه، اون رو تا سینه خودش بالا میکشه و به گونه ای پرتاب میکنه که مستقیما به روی پل میره و حریف امتیاز رو به مجری فن واگذار میکنه. امیدوارم که 100% از این ویدیو خوشتون اومده و هرچه سریعتر این ویدیو رو لایک کنید که بریم سراغ اشخاص معروف اجرا کننده این فن، یعنی الکساندر کارلین و حمید سوریان ریحانپور. الکساندر کارلین سیاستمدار کنونی و کشتیگیر فرنگی کار بازنشسته اهل کشور روسیه است. اون دو تا لقب داره: کینگ کونگ روس و الکساندر بزرگ. در بین سالهای 1988 تا 2000 میلادی در مسابقات بازی‌های المپیک تابستانی در مجموع 4 مدال شامل 3 مدال طلا و 1 نقره رو به دست آورد و 9 مدال طلای مسابقات قهرمانی جهان رو هم در این سالها کسب کرد. در نگاه بسیاری الکساندر کارلین به عنوان بزرگترین کشتیگیر تمامی ادوار شناخته میشه و همچنین در تاریخچه ورزش کشتی فرنگی اون رو از بزرگترین و پرافتخارترین ورزشکاران این رشته معرفی میکنن و شناخته میشه. الکساندر کارلین در طول دوران زندگی ورزشی خودش فقط یک شکست در آخرین رقابت حرفه‌ای خودش
در فینال المپیک 2000 سیدنی مقابل رولون گاردنر از آمریکا به جا میذاره و یک شکست بیشتر در کارنامه ورزش حرفه‌ای خودش نداره. و اما حمید سوریان، کشتیگیر پیشین و مدیر ورزشی ایرانی که در سمت نایب رئیس فدراسیون کشتی ایران فعالیت داره در حال حاضر، سوریان یکی از بهترین کشتیگیران تاریخ رشته کشتی فرنگی به شمار میره در دنیا و در ایران و همچنین از نظر کیفیت مدال بهترین کشتیگیر ایرانی تمام ادوار به حساب میاد. سوریان در دوران فعالیت حرفه‌ای خودش در دسته 55 کیلوگرم کشتی فرنگی برنده مدال طلای المپیک 2012 لندن و قهرمان 6 دوره از مسابقات قهرمانی کشتی جهان شده. اون به طور پیاپی 5 دوره قهرمانی جهان رو زده تو گوشش و در سطح آسیایی هم قهرمان کشتی آسیا در سال 2007 و 2008 شده. سوریان در ادبیات ورزشی ایران به خاطر قهرمانی‌هاش به ژنرال 7 ستاره معروف شده و اون رو به عنوان ژنرال 7 ستاره می‌شناسن و دلیلش هم مشخصه. یه مدال طلای المپیک به علاوه 6 مدال قهرمانی جهان اون رو ژنرال 7 ستاره نامیدن. دمتون گرم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید و اگر انتقاد، نظر و پیشنهادی دارید دوست داریم که بشنویم و منتظر نظرات قشنگتون هستیم. برامون حتما کامنت بذارید و اگه تا الان ویدیو رو لایک نکردید حتما فراموش نکنید که لایکش کنید و سریع هم به کانالمون بزنید و عضوی از خانواده ما بشید اگه نیستید. امیدوارم که زندگی باب میل و پول فراوان در زندگیتون جاری باشه و اگر نیست جاری بشه. به امید دیدار تا ویدیوی بعد، بدرود.